پس از مرگ مشعل رخشان روایت های متفاوت در شبکه های مجازی مبنی بر علت و چگونگی مرگ این جوان از سوی کانال ها و کاربران دنیای مجازی نشر می شود که اکثریت این روایت های منتشر شده کذب و دروغ می باشد. این که علت اصلی مرگ مشعل عزیز چیست ما به نقل از روایت دوستان نزدیک این جوان که اطلاعات موثق دارند خواهیم پرداخت. در ادامه با ما باشید، اما قبل از آن برای دوست شدن در کانال ما علامت سابسکرایب را فشار بدید. در آغاز سر میزنیم به نوشته آقای خیبر، یکی از دوستان نزدیک مشعل عزیز، که در صفحه فیسبوک خود چنین نوشته است: دیروز پس از یک هفته و اندی رفیق خیش را در دل خاک تیره غربت واگذار کردیم. تازه به شهر پاریس رسیدم، با خود فکر کردم حالا دوستانم در شهرهای متفاوت تقسیم شدند و چگونه این روزهای غربت را سپری کنم. یک باره در گوشم صدای آمد: خیبر صاحب. دیدم مشعل عزیزی که چند سال قبل در پروژه هنری همکار بودیم. چشمانم روشن شد و یک یار قدیم کابلم همراهم است. بعدش تصمیم گرفتیم روزهای سخت غربت را کنار هم سپری کنیم. شش ماه با هم موندیم. بالاخره خانه پناهندگی او قبلتر از خانه ما که باز هم فاصله زیاد از خانه ما ندارد آماده شد و روز چهارشنبه هفته گذشته کوچ کرد. یک شب قبل از سفرشان برش پیام ماندم: پس از فردا کوچ میکنی او آدم، بیا که یک ساعت در اتاق ولایت بنشینیم و قصه کنیم. از ساعت 8:30 تا 11 در اتاق هموطن ننگرهاری ما دو به دو قصه کردیم و برنامه ریزی های آینده را یادآوری کردیم. ندانسته از این که بابا مشعل رخت سفر دائمی را بسته است و ما عاجزان نمی دانیم. روانت شاد و یادت نزد ما گرامی خواهد ماند. سنگ صبور حضور روزهای غربت. از نوشته دوست مشعل استنباط می گردد که مشعل شش ماه قبل از مرگ خود به کشور فرانسه رسیده بود و تازه از طرف آن کشور برای خودش و خانوادهش خانه داده شده بود و قرار بود زندگی را در آنجا ادامه بده. قرار گفته بعض افراد که میگویند مشعل قصد رفتن از طریق قاچاقی به یکی از کشورهای اروپایی را داشت، این مسئله مردود و نادرست است. او و خانوادهش قرار بود در فرانسه بمانند و زندگی را به گونه نرمال سپری کنند. طبق روایت یکی از دوستان مشعل عزیز که گفته است علت اصلی مرگ مشعل غرق شدن نه، بلکه حادثه ترافیکی است. او میگوید اکنون پلیس آنجا در پی تحقیقات است و از نتایج تحقیق اولیه دریافتند که علت مرگ مشعل در اصل حادثه ترافیکی بوده است که پس از حادثه او عمدن به دریا انداخته شده است. اینکه حادثه چگونه صورت گرفته و مشعل به دریا انداخته شده توسط پلیس آن کشور در حال بررسی است. نزدیکان مشعل میگویند پلیس در حال جمع‌آوری مدارک بیشتر است و به همین دلیل خانواده مشعل در آنجا برای تعقیب این قضیه وکیل گرفتند. به هر صورت قصد ما از نشر این ویدیو برطرف سازی شایعات مختلف که از سوی کاربران در صفحات مجازی نشر می شود می باشد و در صورت دریافت اطلاعات بیشتر ما آن اطلاعات را با شما شریک خواهیم نمود. برای مشعل عزیز و عمه دوستانش که از او خاطرات فراموش ناشدنی دارند بهشت برین و برای خانواده محترمش از خداوند صبر استدعا می نماییم. سپاس از این که تا این دم با ما بودید. اگر تا کنون عضو کانال ما نیستید، برای دوست شدن در کانال ما علامت سابسکرایب را فشار بدید. تا دیدار بعد، بدرود.